شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید. تولدتون رو تبریک میگم، ولی حالا درست 4 روز گذشته و یه آرزو دارم، امیدوارم که سال دیگه بتونید تولدتون رو توی شیراز بگیرید، البته نه جای دیگه. به هر حال همینقدر که ایران باشه، همه ایران خانه و سرا و زحمت زندگی ما و میهن و وطن ماست. به هر حال ممنونم از توجهت. بگو عزیز. ارادتمندم آقای دکتر. آقای دکتر، من حالا یه نگرانی دارم، یعنی با یه خانم آشنا شدم و یه مسئله حالا در مورد ایشون منو نگران کرد. حالا من قصدم واقعا ازدواج با ایشون و حالا آشنایی هم نیست، یعنی یه جورایی با هم یک صحبت کوچولو کردیم، یه سری اطلاعات به دست آوردم از ایشون، حالا خوام برم جلو، ولی یه نگرانی کوچولو هست. حالا یه مشخصات از خودم میدم، یه مشخصات هم از ایشون، حالا نظر شما رو می‌خواستم. حتما. عزیز دلمه، من خودم 26 سالمه، مهندسی برق خوندم از یه دانشگاه متوسط به بالا و یه دوقلو هستم با یه خواهر کوچیک، یعنی یه خواهر دوقلو، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم، 10 سال از من کوچیک‌تره. و خدمتتون که عرض کنم دو سال سر کار، نزدیک دو سال سر کار بودم، الانم به دلیلی که حالا زبان بخونم و بتونم مهاجرت کنم از کارم دور شدم و اون بند خدا از کار دور شدی یا نیچی؟ یعنی کار تو خب قادم خود من زبان به یادم 24 ساعت زبان میخونه در روز. حقیقت کارم این مدلی بود، یعنی ما از ساعت مثلا 5:45 دقیقه که بعد اونجا فیس میزدیم تا 6 رو بعد اون، نه تا 5 رو بعد اونجا کار می‌کردیم و جمعه ها هم حتی مثلا ما تو ظهر سر کار بودیم، علاوه بر این پنج شنبه، یعنی با این شرایط نمیتونستم من هیچ کاری کنم عملا، یعنی یه جوری گفتم یه تایمی رو بذارم که زبانه رو بزندم و اینجوری شدم. نه اونم متوجه شدم. خب وقت شد نمیشه یه جای دیگه کار بگیری، حتی آخه بیکار بودن خودش یه مسئله است. برای میدونی عزیز، اشکال کار اینه که یادگیری قراری کمی با فاصله باشه. وقتی مطالب روی هم متمرکز میشن یا متراکم میشن، یه ذره خطر به هم ریختگی رو داره. من برای که این مسئله روشن کنم، برخی از روی تخته می نویسم، مثلا فرض کن احمد، بعد جواد، بعد محمد، بعد تقلی، بعد نقلی، ولی روی هم می نویسم. بعد میگم یه نفر اگر از در بیاد تو نگاه کنه امکان نداره بفهم این چیه، ولی اگر من جدا جدا بنویسم هر کی بیاد میتونه بخونه. مغزم همینه، یعنی یادگیری باید با فاصله باشه. من خودم هر زمان که مثلا 40 دقیقه، حدود 40 دقیقه کتاب میخوندم، برای 10 دقیقه حتما نمیخوندم، برای که میگذاشتم که این مطالب بره فعلا به یک اصطلاح از خاطره یا حافظه کوتاه مدت بره به بلند مدت و ذخیره بشه. یعنی یه فرصتی برای این جا به جایی میدارم، مثل موجودی رو میاری میبری تو انبار، حالا جا باز میشه برای بعد. و این به همین دلیله که وقتی به تو گفتم تمام روز و شب بشینی زبان بخونی، حالا یه کمی زبان متفاوته، ولی ما در بزرگسالی به صورت علمی اونو یاد میگیریم، نه به صورتی که ارتباطی است که برقرار میشه از نظر ذهنی بدون اینکه اونقدر هوش و عقل درگیر باشه. حالا به اون دلیل بود. ولی خب حالا اگر اینقدر وضع بد بوده که تو از صبح تا اون موقع میرفتی و کار میکردی، معلومه دیگه وقتی براش نبوده، اون رو میتونم متوجه بشم. البته باز این نکته رو بگم، یاد گرفتن زبان راحتش
یه مقدار تسلط به مطالب و یا متون ساده تکراری است، همونطور که بچه یاد میگیره، بعد همینقدر که اون ساخت و یا زیربنای ذهنی از نظر یه زبان درست شد، حالا میتونه هر چیزی بره سر جای خودش قرار بگیره. ولی به هر حال تو الان یه مدتی است که کاری نداری، آیا اون وقت همچنان تو خانه پدری و مادری زندگی میکنی یا جدا هستی و همچنان هزینه ها تو داری؟ نه توی خونه پدر و مادرم هستم، یعنی خرجم دیگه با پدرم یه جایی. اوکی. خب حالا این دختر خانم چند سالشه؟ ایشون 24 سالشه، دانشجوه، یعنی ارشد روانشناسی میخونه، لیسانسشو یه دانشگاه فکر کنم، یعنی میتونم بگم پایین ترین لول ممکن، و ارشدش هم یه دانشگاه آزاد خونده، و ایشون هم یه خواهر کوچیکتر از خودشون داره، 10 سال از خودش کوچیکتره، و خدمتتون که عرض کنم آره، یعنی حالا اینجور اطلاعاتی دارم ازشون. حالا در مورد یه چیز خودم 3 تا نکته کوچولو بگم. یکی این که من یه سری باهاتون صحبت کردم، شما حالا اینو به من گفتین که شما کالای نسبتا خوبی برای ازدواج نیستین. چرا؟ چون که خودتون رو جای دیگران نمیذارید. مورد اول. مورد دوم، حالا آدمی هستم که یه جوری یعنی از سکون بدم میاد، همیشه دوست دارم در حال پیشرفت باشم. میفهمم که یه زمانی ممکنه مثلا 10 تا پله عقب بیفتی، ولی برآیند کلی دوست دارم مثلا به صورت بالا رفتنه باشه. ولی ایشون احساس میکنم یعنی یه جورایی این نیست قضیهش. حالا چرا؟ ولی موردی که نگرانم میکنه اینه قضیهش. ایشون حالا من الکل میخورن، یعنی وقتی که حالا اینجوری که من متوجه شدم و شنیدم، وقتی که مثلا با دوستاشونن حالا مثلا شراب مصرف میکنن اینا. من حالا خودم یعنی تو زندگیم حتی نه سیگار نه قلیون، حتی اصلا لبم به این چیزا نزدم، و حالا نمیدونم این مورده ناخب در چه حدیه. اولا نه آخه شما از کجا میدونید و از یه زبانی هست؟ خیلی مطمئن شنیدم. نه ببینید، برخی از اوقات آدم ها... نه که من باش موافقم، نه، برخی از اوقات یه آدم هایی هستن که در یه مراسمی، اونم در یه شرایط خاصی که ای بس ها سالی 3 دفعه میشه، ممکنه به کمی هم مشروب بخورن که میخوان، من اصطلاح هم اینه که خواهی بشوی رسوا و سبخت بدبخت شوی، همرنگ جماعت، همرنگ جوان. اما یه زمانی هست که نه، این آدم یک، این کار یه ذره در هفته یکی دو باره، دوم ای بس ها خودش برخی از اوقات چیزی میخره تو خونه میخوره، اون مهمه. این تفاوت ها چون اینا اندازه ها مهمه، مثل که به من بگی کسی چاقه، 1 کیلو چاقه یا 100 کیلو 50 کیلو، خب اینا خیلی متفاوتن. حالا به من بگو که چی میدونی در حدی که مطمئنی اطلاعات دقیق و درسته. منم بگم بالای 90% درسته، یعنی مثلا دو ماه خورده یا 3 ماه یک بار، در حد حالا اینه چیزی که حداقل من میدونم، واقعیت و واقعا درست در جریانش نیستم. اصلا به نظرتون حالا این همین 3 ماه یه بار این اصلا قابل قبوله؟ چون اصلا من نه قابل نه ببین عزیز، نه سب کن عزیز، روزی که تو به من برگردی بگی یه کسی 3 ماهی 2 ماهی یه دفعه اونم توی شرایط خاصی میخوره، به این دلیل مهم نیست، نه به خاطر این میخوره، به این دلیل مهم نیست که وقتی ازش بخوای و بگی من اینو میخوام میذاره کنم، برای که خود این نشون دهنده اینه که خود فرد هم از این وضعیت راضی نیست و اینو درست نمیدونه، و الا میتونست هفته یه دفعه یا هر روز باشه. پس این اول. دوم، یه چیزیست که میتونه آدم کنار بذاره. این خیلی متفاوتی که تو به من برگردی بگی یه چنین مشکلی داری که باش هست یا یه اتفاقی افتاده که درش هست. خب اون موقع موضوع متفاوته. شما به من بگید که خانم آقای در شرایط خاصی سالی 5 دفعه 4 دفعه 6 دفعه یه جایی باشن، اونم به دلایلی یه نگاه نظر غلطی البته از نظر من دارن، مثل همون چیزی که گفتم مشروب میخورم، خیلی خب حرف بارت از اینست که دیگه نخور و قول و قرارشو بگذار، و چون چیزی نیست که آدم ها وسواس که نیست، استراب که نیست، افسردگی نیست که آدم نتونه بذاره کنار، کاملا میتونه بذاره کنار. مثل اینکه تو برگردی بگی ما از 8 تا خیابون میتونیم برسیم به خونه خودمون، من دیگه تصمیم گرفتم از یکی از این خیابونا نرم، مثلا مثل اینکه این خیابون الان توش تعمیرات بسته شد، خب حالا نمیشه، برای که
قرار نیست کاری بکنه، قرار نیست رنجی ببره، قرار نیست چیزی رو به هم بریزه. بنابراین اگر حرف تو به من این است که ایشون احتمالاً هر چند ماهی، حالا هرچی، یا در سال چند باری این کار رو میکنه، حتما خوب نیست، حتما باید بهش گذاشت کنار. البته با صحبت کرد و فهمید خود چرایی مسئله چیه، چون همونطور که گفتم برخی از اوقات اینقدر این جواب ها میتونه ساده لوحانه و سطحی باشه که مثلا یه آدمی برای خوش آمد دیگران این کار رو بکنه. این حرفی که تو زدی، من هرگز تو عمرم لب به مشروب نزدم، تو صدها برنامه و مهمانی و نمیدونم پارتی و چیزایی بودن که دوستان اصرار کردن حالا یه ذره یا حالا یک لیوان یا نمیدونم هرچی از این، اصلا برای من معنی نداره. مثل که من به کسی بگم مثلا چهار دفعه سرتو بزن به دیوار، چه ضرورتی داره؟ گفتم نه تموش شد. یه کسانی هستن که یه فرضی دارن که حالا ما اومدیم تو مهمونی تولد این آدمه، همه دارن میخورن، خب منم بخورم یا عداشو در بیارم، مثال میگم. خب اینا یه مسائلی است که برخی از اوقات به عنوان یک رفتاری بد و غلط و خطرناک و برخی از اوقات تصمیم رو دگرگون میکنه. اما یه زمانی هست که نه، یه مطلبی است که آدما به دلیل یه برداشتی یا یه محیطی که درش بودن دارن جاشون که عوض بشه اونو نخواهند داشت. به همین جاست که اولا باید پرسید یک چند اندازه از دقیق از خودش، دو چرا، یعنی تا چرا در برخی از موارد این کارو میکنی، و سوم چقدر توان اینو داری، یا نه اینکه قول بدی برای که نمیخوای به خودت فشار بیاری، تو میتونی و میخوای بذاریش کنار یا نه. و اگر گفت حتما، اگر تو بخوای یا دوست نداشته باشی یا یکی از من بخواد، من میذارمش کنار. اون موقع دیگه به عنوان مسئله و مشکلی که باید یه جوری حلش کنی یا بر مبنای اون تصمیم بگیری نیست. ولی تو این گونه موارد هم بهتر همونه که باشه صحبتی بکنی، حرفی بزنی، یا خاطر آسوده باشه که در این زمینه اشکالی وجود نداره. حالا من چیزی که متوجه شدم در مورد این قضیه، به خاطر من والا مصرف نداشتم، ولی احساس کنم به خاطر سرخوشی، مثلا دور هم جمع میشی یه ذره حالتو بهتر کنی، یعنی این مدلیه. نه اون آدما، نه ببین عزیز، نه اون تبدیل میشه به سالی 30 دفعه 50 دفعه. این ببین عزیز، تو از یه سیستمی به این گونه نمیتونی سه ماه یه دفعه استفاده کنی، اون معنی نداره. و بعد مثلا سرخوشی، میگم چه ضرورتی این سرخوشی داره؟ این که آدم از حال عادی خارج بشه، این چه سود و فایده برش مترتبه؟ برای کسی که به موضوعها این گونه ای که تو یا من نگاه میکنیم توجه میکنه. ولی اگر گفت چرا میگم صحبت کن و چرایش، تو چرا این کارو میکنی؟ یکی برگرده بگه برخی از اوقات برای سرخوش میشه، بدون مشروبم میشه سرخوش بود. مثلا سرخوش بودن یعنی چی؟ من مثلا سرخوش نبود، اون مشکل نیست. من قرار آدم یه چیزی باشه. ما تو دنیایی هستیم که خودمون رو با شرایط سازگار میکنیم، نه اینکه میایم وضعیتی رو درست میکنیم و یه چیزی رو به خودمون تحمیل میکنیم. بنابراین توجیهش مهمه. من اگر فرض کنید یه همچین مطلبی باشه، این که اصلا چی میگه، چگونه گزارش میده، چگونه سابقهش رو میگه، چراییش رو میگه، برام خیلی مهمتر از این که سالی 3 دفعه است یا سالی 12 دفعه است، چون اونقدر فرقی نمیکنه. ولی مهم هم چه هست و چگونه موضوع و هم چرایی موضوع، یعنی که مقداری بیشتر باید در این باره بدونی تا بدونی چه خبره. حالا اگر هنوز حرف دیگری داری، ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. اگر نه که خدافظی کنی. در حد سوال کوچو خیلی ریز است کنم، در حد بله یا نه شما است کنم جان. حالا من میدونم، یعنی احساس کنم مثلا اون ساده بودن، یعنی همه یه فیدبکی گرفتم از همه که میگن آره مثلا ساده ای، احساس کنم برمیگرده به تثبیت دهانیه. آیا میتونم براش کاری کنم یا نه؟ یه چیز چیه تا برای تثبیت دهانی؟ نفهمیدم موضوع چیه. حالا من یادم صحبت کردیم گفت نه، پس بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. ضمناً امیدوارم خطای ما هم درست شده باشه، این که شنوندگان میتونن چون خطا مثل این که مسئله ای داشته، اگر ما ایرسن تلفن کنن
تو هم روی خط باش بذار ما پیاموار بشیم و برگردیم. جانم سا در مورد حالا من این فیدبک رو زیاد از دیگران میگیرم که آره مثلا تو یه خورده آدم ساده ای هستی، احساس میکنم برمیگرده به همون اورال فیکسیشنی که میگی توی مثلا تولد تو 14 ماهگی هست. برای این قضیه آیا میشه کاری کرد یا نه؟ نه یعنی چی؟ آخه ماجرا این که اولا معلوم نیست مقصود است ساده. ببین عزیز، خیلی از اوقات وقتی آدم ها به یکی میگن تو ساده ای، یک مثلشون اینه که باهوش نیستی، دو عاقل نیستی، سه دانش لازم رو در اون زمینه که در این کار میکنی نداری، چهار با سرعت تصمیم میگیری، و پنج میخوای مردم رو خوشحال و راضی کنی. بنابراین مسئله سادگی یه چیزی نیست که به تثبیت دهانی اگر مرتبطه که یکی از چهار نتیجه تثبیت دهانی اورال فیکسیشن هست و در من هست، به من در حقیقت اینو میگه که من یه فرضی دارم که جهان گلستانه، گلهام خار ندارن. خب این درست نیست و بنابراین تبدیل میشم به یه آدمی که به دلیل این سادگی گرفتار میشم. اما غالب اوقات من وقتی دیدم به کسی میگن ساده هست یا هر واژه دیگری براش به کار میبرن، مقصودشون است که باهوش نیست یا از هوش استفاده نمیکنه یا حالا هوش رو استفاده میکنه، عاقل نیست یا از عقلش در مواردی استفاده نمیکنه، ولی مهم نادانیش و عدم آگاهیشه که به او این رو میگه، یا بعد نتیجه گیری یا تصمیمای غلط، و یا فقط به خاطر رضایت مردم خوشحال کردن و همون موقع پاسخی مناسب دادنی که به سودش نیست و بعدا گرفتارش میشه. من احساس میکنم این فیدبک هم که میگیرم که مثلا میگن تو فیس هم خیلی بد کنسه، مثلا همه میگن میشه یه ذره بلندتر صحبت کنی، یه ذره فاصله گرفتی. بله. یه فیدبک دیگه هم که از دیگران میگن احساس میکنم به همین مربوطه اینه که مثلا میگن تو هنوز رفتارات خیلی بچگونه است. خب و احساس میکنم که خب من که نمیدونم اونا به چی از ببین عزیز، من که اولا نمیدونم تو چه جوری عمل میکنی، دوم نمیدونم اینا کی هستن که اینقدر آگاه هستن و یه همچی توانی برای ارزیابی دارن، سوم که اصلا چه اهمیت داره حرفشون، یعنی اصلا کی هستن که آدم فکر کنه مهمه نظر و عقیدشون. بله اگر برگردی به یکی از اینا بگی تو سادگی من از کجا فهمیدی چی میگم یا چه چیزی شده که تو را به این نتیجه برسونی که من آدم ساده ای هستم، که البته یه معنی دیگه ساده لو بودنه، یه معنای دیگه که در همون چارچوب گالوبل بودنه که زود گول میخوری. خب فکر میکنی یک این آدم ها به چی اشاره دارن میکنن یا اگر ازشون بپرسی چی به تو میگن؟ احساس میکنم شاید صداقت هست. نه صداقت به معنی سادگی نیست. این چه صداقت؟ خب من نمیدونم شما بر صداقتتون در چی، چون یه درصد یه آخه عزیز من تو که نمیتونی توی یه ابهامی همینجوری بچرخی برای یه چیزی که خودت نمیدونی از یه کسی دیگه که هیچی نمیدونه بپرسی. صداقت یعنی چی؟ من چون آدم صادقی هم بکنم ساده، اگر شما مطلبی رو نباید بگید، خب نباید بگید که صداقت نیست اسمش. بسیاری از آدم ها مطلبی که اصلا به دیگری مربوط نیست رو میگن، یه اتفاقی تو خانهشون افتاده، فرض کنید سر و راز اعضای خانواده است، میرن به یکی میگن، اسمش که صداقت نیست، اسمش حماقت. برای بقیه مورد دوم یه چیز دیگه است که برمیگردن به مسئله صداقت اشاره میکنن، و اون اینه که آدمی است که یه کمی خشمینه و بنابراین واکنش نشون میده و پنهان نمیکنه، میگن خب صادقه، ولی خیلی از وقت فقط خشمینه. مثل آدمایی که میگن من رکم، حرفمو میذارم، از 10 تا آدمی که این حرفو میزنه 8 تا شدم خشمین و عصبانیه. بنابراین تو اگر قرار باشه، الان میگی من در گفتگوی قبلی گفتم تو یه مقداری دل مشغول خودی، الان باز نشون میدم اینجوری هست، یعنی حرف این است که دیگران چی میگن، چه احساس دارن. دیگرانی قراره حرف بزنن که آگاهی دارن، دانایی دارن، بی‌طرفن، برای مدت طولانی با ما بودن، معمولا یه چنین اطلاعاتی که دارن دقیق و درسته، خودم میتونه بهش اعتنایی کنه. برای شما اگر از کنار مطب دکتری رد شدید، یه نفرم اونجا ایستاد که دکتر نیست، گفت شما مشکل کبد یا کلیه داری، خب آخه اینکه دلیل نره شما جدی بگیرید، چون نزدیک مطب دکتره. آخه اینا کی هستن؟
اوکی برای مرسی عزیزم، خوشحال شدم باید صحبت کردم. با شنونده عزیز بعدی، مرسی عزیز، خواهش کنم گفتگون رو آغاز خواهیم کرد. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر باشه، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو برای ما میذاریم. امیدوارم که سالیان سال سلامت بتونیم ازتون استفاده کنیم. لطف داری عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، من 46 سالم هستش، با همسرم که 5 سال از من بزرگتره کانادا هستیم. تقریبا 3 سال و نیم، نزدیک 4 ساله که اومدیم کانادا، مهاجرت کردیم. من مهندسی دانشگاه تهران خوندم، همسرم هم مهندسی خونده و 2 تا بچه داریم الان. پسرم 9 سالشه و دخترم هم 1 سال درسی پایین تر از پسرم هست. یعنی چند سالشه خودو؟ 8 سالشه، بین فاصله سنیشون 1 سال و 9 ماه هستش. منتها پسرم نیمه دومه، دخترم نیمه اول، فاصله سنی فاصله مدرسه ایشون 1 ساله. اوکی. هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ گفتید شما مهندسی خوندید، همسرتونم تو همون زمین. بله، من مهندسی شیمی خوندم، همسرم مهندسی صنایع خونده. هر دومون توی یه دونه دفتر مهندسی یه جا هم کار میکنیم، توی دفتر مهندسی توی یه کارخونه کانادایی آمریکایی کار میکنیم و همین. اگر سوالی نیست من نه نه ممکنه پیدا بشه، ولی به من بفرمایید برای چه موضوعی لطف کردی تلفن کردی. بله، من پسرم وقتی که اینجا اومدیم، ما مونترال هستیم، فرانسه زبان هستن و خب دخترم اول دیکر انگلیسی رفتش، بعدم رفت مدرسه و خیلی سریع فرانسه رو یاد گرفت. یعنی حتی من با معلماش که جلسه داشتم فکر میکردن که یکی از مثلا پدر یا مادر دخترم فرانسوی کبکی باشن، اینقدر این بچه قشنگ حرف میزنه. ولی پسرم یه مقدار مشکل داره راجع به تکست خوندن و معلمش کلاس دوم به من گفتش که این بچه ممکنه که بیش فعال باشه. اینجا ما رفتیم تست QEGG انجام دادیم و در نهایت به من گفتن که ADD داره، ADHD نداره و استراب داره. یعنی اون نتیجه QEGG 2 تا مشکل توی ناحیه اتنشن و توجه و تمرکز نشون داد و استراب. اینجا من جلسه 3 تا پروتکل نورو فیدبک دادن برای پسرم و 2 تا پروتکلش رو رفتیم، پیشرفت خیلی زیادی نکرد و خود سایکولوژی. چند جلسه بود؟ پروتکل اول هر پروتکلی 12 جلسه بود، 2 تا 12 جلسه رفتیم و گفتم معمولا 2 تا داخل تو 24 جلسه که معمولا برای مشکل نسبتا متوسط یا شدید ADD یا کمبود توجه و تمرکز کافی نیست عزیز. به من گفتن چون درصد پیشرفتش در عرض این 24 جلسه حدودا مثلا 20% نتیجه میگیریم که جز کیساییه که خیلی براش تأثیری نخواهد داشت. آقا معنی نمیده عزیز. ببینید اینا متاسفانه برخی از اوقات به دلیل شرایط خاصی که برمیگرده به بیمه و شرکت‌های بیمه و موانع و محدودیت‌ها، چون این بازی رو اون زمانی که من کار تراپی می‌کردم و با بیمه‌ها درگیر بودیم داشتن. یعنی اونا تمام مدت کوشش می‌کنن که این هزینه‌ها رو به حداقل برسونن، به جای 10 جلسه‌ای که لازمه بگن 5 جلسه، و بعدش هم اون آدمی که فرض کنید دکتری که یه مقداری تعداد مریضاش میره بالا، بعدن سال بعد حتی زیر چتر بیمه خودشون نمیبرن. یعنی میخوام به شما بگم اینجا کاری که میکنن درست نیست. یعنی شما به من میفرمایید یک کسی بر اساس تست QEG به اینجا رسیدیم که کمبود توجه و تمرکز داره، حالا انگزایتیش هم به کنار، خود اونم یه ماجرایی است که اون اوضاع رو تشدید می‌کنه، تو 24 جلسه نوروفیدبک، نه تو ای بس 48 جلسه هم جواب مناسب رو نیده. در این گونه موارد هم باید خوب شد عزیز. در این ببینید ما یه اصطلاحی هم زبان فارسی هم انگلیسی داریم که شما مریضید میگید حالتون چه، میگه بهترم، ولی ما قرار نیست بهتر بشیم، ما قرار خوب بشیم. حالا جالب اینه که بهتر یه صفت تفضیلیه،
که باید بد بیاد، ولی هر دو تا زبان این رو پذیرفته. هم پسر شما قرار خوب بشه، قرار نیست بهتر بشه. این بهترین اینه چی؟ برای در یه مسیری که وقتی شما به اون کار کرده نورو فیدبک نگاه میکنید، یه مهارته. مثل اینکه کسی بخواد پیانو بزنه 100 جلسه بزنه یا خود همون آدم 200 جلسه بزنه، خب معلومه 200 جلسه خیلی بهتره. و بعد یه حداقلی مثلا احتیاج یه چیزی که با 200 جلسه به جایی برسه که حالا بتونه توی کنسرتی مثلا شرکت کنه. ولی خب اگر 100 جلسه بزنه نه به اون حداقل رسیده میتونه شرکت کنه. بنابراین وقتی شما من میفرمایید فرزندتون ازیاد داره، حرف این است که حتی اگر از طریق بخش دولتی نیست خودتون هزینه کنید، چون نورو فیدبک کار میکنه عزیز. اگر فرکانس خصوصی آقای دکتر ما میرفتیم، ما فقط یه بخش خب. خیلی جزئی شو دادیم و خب من کوچهای دیگه پیش نه نه سب کنید نه نه کوچ با اینا رو بل کنید. چرا جزئیشو شما داده اگر خصوصیه که با تماما شما میدادید؟ نه از کابریج بیمه‌مون کم بود، تموم شد و مثلا کلن خب منم عرضم همینه. نه ببینید عزیز، مثلا کاری ندارم به این. شما دارید به من میفرمایید، من میفرمایم خدمت رو عرض کنم با 24 جلسه ADD متوسط خوب نمیشه. اگه بگید انگزایتی هم داره که حتما خوب نمیشه، یعنی تموم نمیشه. یعنی مثل این مونه که شما بخواید برید منزل دوستتون یک کیلومتر فاصله از شما 500 متر شو برید. شما که نمیتونید بگید نصفش اومدم، پس اقلا از دو نفر که میخواستم برم ببینم یکشون الان میتونم ببینم، نه باید 500 متر دیگه هم برید. بنابراین بذارید بحث بی خود نکنیم. عرض من این است که فرزند شما با 24 جلسه نورو فیدبک مشکل ADD که همراه با استرابه رو نمیتونه پشت سر بذاره. بله این یه مهارت عزیز، یه مهارت به مغز که تغییراتی که در امواج مغزی داده میشه تبدیل به تغییرات بیوشیمیایی بشه و در سمت چپ مغز فرزندتون که الان مشکلی است که سبب کمبود توجه و تمرکزش از بین بره. یعنی مثل آدمی است که تا به حال بلد نبوده دوچرخ سواری، حالا بلده. ولی اینکه سوار دوچرخه میشه بعد از حالا یه دقیقه میره بعد میخوره زمین یا 30 ثانیه میخوره زمین، که معلومه یاد نگرفته عزیز. بله متوجه شدم. البته آقای دکتر من یه سوالم هم یه مقداری، یعنی فکر میکنم که این ریشه اضطراب پسر من، چون شرایط خونمون خیلی آشفته است، من و همسرم اصلا رابطه خوبی با هم نداریم و این حالت بیقراری اضطراب، من که خودم شخصا اضطراب دارم، سالهای سال هست که اضطراب دارم و خب وقتی هم که مهاجرت کردیم خب اضطرابم خیلی بیشتر شده و همسرم هم این حالت بیقراری بی تمرکز، یعنی اصلا نمیفهمه که آدم چه حرفی میزنه، اصلا تو این دنیا نیست و حالا سوشال ورکری که داره با پسر من کار میکنه اون هم حد زد که ممکنه که از پدرش اصلا این به ارث گرفته باشه و من نمیدونم و خیلی هم با هم رابطه بدی دارن، خیلی با هم رابطه بدی دارن. من نمیدونم که این رابطه بد باعث بیتوجهی بیشتر پسرم نه میشه. ماجرای بیتوجهی نمیشه عزیز. نه نه ببینید رابطه بد بد وجه بیتوجهی فرزندتون نمیشه. رابطه بد استرابی به وجود میاره که استراب توجه و تمرکز رو از هم میپاشه. نه رابطه بد خودش علت موضوع نیست. رابطه بد شرایطی به وجود میاره که بچه مضطربه، غمگینه، خشمگینه. حالا که نگرانه، غمگینه، خشمگینه، توجه و تمرکزش نصف میشه. یعنی اگر حتی قبلا میتونه 3 دقیقه حواسش رو جمع کنه برای یه موضوع، شده 1 دقیقه. بعد از 1 دقیقه اون توجه و تمرکز نداره، ذهن میپره میره یه جای دیگه. و به همین جهت است که آنچه که ازم ببینید ماجرای کمبود توجه و تمرکز برمیگرده به یه ظرفیت مغز و یه مهارتی که به خاطر اون ظرفیت در مغز پیدا میشه که ما یه راهش این هست که از طریق نورو فیدبک بریم که ساید افکتی نداره، تاثیر جنبی و جانبی بد و منفی نداره، وقتی به درستی صورت بگیره و به اندازه جواب میده. به همین سادگی. پس مسئله روشنه. به همین دلیل که من اصولا ADD و ADHD رو به عنوان یه مشکل جدی در دنیای امروز نمیبینم. تازه یه راه دیگه هم وجود داره، کوتاه مدت میشه تازه نتیجه شم بید. شما یه هفته به پسرتون قرص بدید، دارو اگر مصرف کنه شما میبینید، چون دارو بلافاصله همون روز تاثیر خودشو میذاره،
حالا بر اساس عادت بچه های یه روز دیگه بازی در میارن ولی روز دوم نه. چرا؟ برای که اون توجه و تمرکز پیدا میشه و ضمناً هم تشخیص رو قطعی میکنه. البته وقتی شما به من میفرمایید کیو ای جی گرفتید دیگه من شکی در جهت تشخیص ندارم، برای که اون کار نشون دادن. دکتر ما ریتالین هم داد، دکتر برش ریتالین هم نوشت. من در طول تابستون ریتالینش رو قطع کردم که اصلا ببینم این نورو فیدبک عملی، ببینم تأثیری داشته یا نه، که تابستون نورو فیدبک رو بردم و چون بهم گفتن این 24 جلسه دیگه فایده نداره. نه دارو میخوره، دارو که میخوره نه فایده نداره، معمول نیست. ببین عزیز، داروها البته ریتالین دارو بوده، داروی اولیه است، ولی الان داروهای بهتری هم هست که ساید افکت و تاثیرات جنبی جانبی منفی کمتری داره، تاثیر بیشتری داره. اینم باز خودش من نشون میده که چرا هنوز با ریتالین کار میکنن. یعنی خیلی به هر حال اون مرکز یا مراکز یا حتی روانپزشکی که رفتید، اگر روانپزشک رفتید، خیلی به گونه ای که باید به سمت این بیماری هجوم برد و اون رو از پا در آورد و نه تنها بهتر بشه، خوب بشه، شاید انجام نشده باشه. نمیدونم، البته یه مقدارم برمیگرده به گزارش شما، ولی از طرف دیگه اگر من دارم خودم رو تمیز میکنم ولی از یه طرف دیگه هم کسی هر دقیقه مقدار لجن روی من میریزه، خب من تمیز نمیشم دیگه. بنابراین اگر فرزند شما حتی در مسیر پیدا کردن اون توجه و تمرکز داره میره ولی ارتباطش با پدرش و اتفاقات یا حتی اتفاقات هم نه، برای که اشکال کار اینه که عزیز ببینید، من اگر صبح با پسرم دوام شد، ای بسا تا یه روز 25 دفعه دیگه هم به خاطر میارم و 25 دفعه دیگه که برخی از اوقات حتی تاثیر بد و منفی بیشتری داره، باز مثل که ما اختلاف داشتیم. برای این مسئله نیست که بگیم مثلا سه روز پدر و پسر با هم برخوردی نداشتن، نه، اگر 10 دفعه قبلا داشتن الان ممکنه ای بسا امروز 100 دفعه به صحنه ذهنی پسرتون بیاد. خب بعدم شما یه چیزایی گفتید که من رو کمی اذیت میکنه، مجبور مرز کنم خدمتون که من استراب دارم سالهای سال. خب برای چی دارید؟ گویی استراب یه بیماری است، مثل اندازه قدمونی که کارش نمیکرد. استراب میشه معالجه کرد، از شرش خلاص شد، چرا نکردی؟ بعد شما من میفرمایید که زحمت کنید. خب کافی نیست، باز رفتی سر همون حرف. عزیزم ما که نمیگیم که وقتی که محیط پر از تشنج این استرس خب کم نمیشه، وقتی خیلی خوب همه چی روی تو هست، خیلی خوب خیلی خوب اولا هم بخوای جدا بشی استرابای من خیلی دنبال جدا شدن بودم و بعد یه ذره سعی کردم مقدماتشو با بچه‌هام حرف بزنم ببینم اینا چه حالتی میشن. اصلا شما خب اشتباه، عزیز من آخه ببینید، شما تحصیل کرد و اشکال کار این است که اون دانشی که در یه زمینه دارید اینجا تعمیم میدید. کی؟ من لطفا برزم توجه کنید، هیچ پدر و مادری تا زمانی که حتمیه قطعیه 100% نشده برای جدایی قرار نیست با بچه ها حرف بزنن. بچه ها اصلا واکنش بچه ها میتونه 200 جور مختلف باشه، بس ببین که کی چجوری در چه شرایطی ازشون میپرس. شما برمبنای اون که از اونا با اونا صحبت کنم میگید این از کجا در اومد؟ اول این سر خود انداختید پایین، کارا رو میکنید، استرابر با یه دارو میخواید جواب بدید؟ نیست، ما تو دنیایی هستیم که میریم دکتر معالجه بشیم، نمیریم یه درسلش رو درست کنیم. بعد به من میفرمایید محیط نامناسبه، شما و همسرت هستید، دو تا آدم تاثیرگرده هستید، مناسبش کنید. به من میگید نمیشه مسئله جدایی، بعد به من میفرمایید ای بسا ضرر و زیان طلاق بیشتره. هیچی، گیر افتادید. یعنی شما آمدید در انتخاب میان بد و بدتر، حتی بدتون هم خیلی بده. و خب اینا واقعیت هاییست که میدانستید و میدونید، یا اصلا مهاجرت شما ای بسا اشتباه بوده. یعنی این خودش یه قصه دیگریست که اومده کارها رو و مسائل رو مشکل تر کرد. حالا روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم از هر کجا درباره هر چیزی، هر گونه که شما مایل هستید عزیز، بذارید با هم صحبت کنیم. بعدم یادتون باشه من در گفتگویی که با شنوندگان خوب عزیز مانند شما دارم باید به بقیه هم توجه کنم، یعنی فقط من و شما صحبت می کنیم که دیگران هم بتونن یه نگاه و نظری در سطح آگاهیشون و یا ارتباط با خودشون پیدا کنن. اینی که من قسم این نیست که بگم گذشته اشکالات و ایرادات چی بوده، اون اگر قرار بود که فقط من با دوستی صحبت میکردم هرگز اونجا نمیرفتم، ولی ناچار اونا رو هم بهش اشاره میکنم.
آقای دکتر ببینین، من خب خیلی به جدا شدن فکر کردم با همسرم، ولی از طرفی یه سری خصوصیتایی داره ایشون که خب تو خیلی از مردان نیستش، قبلا برای من ملاک بود. من حالا چون از وسط ماجرا شروع کردم تعریف کردن، من بچه آخر خانواده هستم از 4 تا بچه، همسرم پسر اول هست، 2 تا پسر هستن و یه خواهر ناتنی داره که حالا چون مادرش فوت کرده و بعد پدرش فرزند داره، دوباره زن گرفته و فرزنددار شده، یه دختر کوچیکتر از خودشون داره. خب ما با هم زندگی اونو شروع کردیم، من همسر دوم بودم، همسر اولشون بچه دار نمی شدن و وقتی که من تحقیق کردم از همسر اولش که این آقا چه جور آدمی هستن، که خیلی پسر خوبیه، ولی من می دونستم که ایشون منو در آینده طلاق خواهد داد به خاطر اینکه بچه دار نمی شم. و من خیلی موضوع تحقیق کردم، دیدم دروغی توش نیست. الان هم اگر کسی از من بخواد بیاد بگه تو داری جدا میشی، من میخوام زن این آدم بشم، چجور آدمیه، میگم آدم خوبیه، تو خونه کمک میکنه، خیلی کمک میکنه، نه هیزه، نه نمیدونم خشیشه، نه سیگار میکشه، نه روابط خصوصی داره، نه اصلا کار خلافی میکنه، ولی ایشون اصلا بلد نیست مکالمه کنه. یعنی تا الان من بگم که یه بار آقا ما نشستیم مثلا از سر کار اومده این نشسته، من یه آب میوه آرزوشمون به دلم یه چای بیارم بگم آقا بیا بشینیم چه خبر، یعنی میاد دنیای بیقراری، میره تو آشپزخونه اینو اونو میذاره سر جاش، یه چیزی میشوره و بعد خب آدم خسته کلافم میشه دیگه. یه بیقراری اصلا هم تو پسرم هست هم تو همسرم هستش که نمیتونی با این آروم باشی. من خودم یه آدم نه آخه شما من بگید ایشون به خودش چجوری نگاه میکنه؟ عزیزم ما در دنیای علم و در پرتو نوریم، شما برمیگردید میگید همسر شما اینجوری میاد با این حالو داره. اولا به صرف اینکه کارای بد نمیکنه آدم خوب نمیشه، کارای بد نمیکنه. دوم میان اینجا از سر کار اینگونه که شما توصیف میکنید، هیچ وقت شده بگید که معلومه شما استراب دارید، استرس دارید، بیقراری دارید، بهتره برید دکتر؟ ببینید خیلی پراکنده، یه دوره دارو خورد بعد ول کرد، ایران رفتی مشاوره، گفت باید تو یاد بگیری زن اصلا چی هست، باهاش چجوری رفتار کنی، تو بلد نیستی، گفت آره قبول دارم به من یاد بدین، باز دوباره نصفه ولش کرد. الان که دوباره گیر افتاده و میبینید نه نه سب کنید آخه عزم نه سب کنید آخه یه چیزایی میشه من بفرمایید با زن با چجوری برخورد کرده زن به یه اعتبار یعنی چی؟ یه کلیات نیست رابطه میان زن و مرده، بله ایشون که تازه میان میرن تو آشپزخونه و کار میکنن و کار بدی هم نمیکنن. الان شما توصیفی که از ایشون کردید که این عیب و ایراد رو نداره، میاد هم میره تو آشپزخونه و ظرفا رو میشوره یا کمکی اونجا میکنه، بعدم شما مثل همسر صاحبش بگید خوبه، ولی من عزیزم من 100 تا تیکه بدنم داره، یه تیکش اگر ناجور باشه من مردم. ما اونجا رو کار داریم، ما به بقیهش چی کار داریم که خوبه یا عیبی نداره؟ به من میفرمایید ایشون چرا باید با یه بچه در بیفته؟ چون واقعا هر دوشون به شدت لجبازن. آخه اصلا یه چیز در عزیز من نصب کنی، شما همینقدر که من برگشت گفتید یه مرد گنده در ارتباط با بچهش لجبازه، یعنی 5 تا بیماری روانی اونجا خوابیده. یعنی چی لجباز؟ با یه لغت لجبازی یعنی چی؟ لجباز یعنی چی؟ یعنی اون یه چی کمن میزنن، درگیرن، باربیکیو میکنن، درگیر میشن، نمیدونم خیلی وقتا با هم خوبن، خیلی هم به هم باز رفتی عزیز من. من نمیدونم با این ذهنیت شما چیکار کنم. سرکار خانم من میتونم 1,000,000 مایل رانندگی کرده باشم، 1 متر اشتباه کنم، خودم و دیگران رو به کشتن میدن. خیلی از اوقات با هم خوبن چه فایده ای داره؟ من یه تا آدمی که قاتل الان تو زندانی 50 سالگی آدم کشته، 500,000 نفر و 50,000 نفر و 5 نفر رو کشته، 1 نفر رو کشته یه دفعه. آخه این چه نگاهیست که شما دارید؟ یعنی من از آغاز سر نگاه شما مسئله دارم. همسر شما به گونه ای که بیان میکنید موضوع و مسئله روانی داره. این که رفته یه ذره دکتر دوا خورده که مسئله ای نیست، باز دو مرتبه مثل همون کار پسرتون.
بله بله، اصلا دکتر اصلا این چه چیز بوده که دوا خورده؟ خب دوا خورده برای که خوب بشه که باید خوب میشد. اگه کسی سرفه میکنه عطسه میکنه دوا میخوره خوب میشه، میگیم خوب شده. ولی اگر سرفه و عطسش ادامه داره که خب دواش درست نبوده یا تشخیص درست نبوده. مشکل اینه که اصلا درونش رو نمیکنه. ببینید من میگم به عنوان یه زنش، من تا سالهای سال نمیدونستم این غذا ترش دوست داره یا شیرین دوست داره. اصلا اینقدر مبهم و بسته هستش که اصلا نمیتونی بفهمی. خیلی خب به من بگید اینجور آدم خبره. شما چرا میگید آدم خوبیه یا آدمی که این چنین؟ فقط قسمت خوبش فقط همین کمک هاست، همین چیز دیگه نیست. من اصلا نمیفهمم شما. و بعد به من میفرمایید یه کسی باید بیاد بده با زنج گونه کنه، قسمت خوبش باید کمک بکنه؟ نه برم کمک بکنه برای چی؟ نه قسمت خوبی که برای من باشه، من حاضرم هیچ کدومه اونا نباشه، ولی دو تا حرف ما بتونیم با هم بزنیم. ما الان 9 سال نپیش هم میخوابیم، نه با هم حرفی میزنیم، با هم میریم سر کار، میایم تو سکوت. من موبایلمو نگاه میکنم. ممکنه من بفرمایید که اسم زن و شوهری که کنار هم و با هم نمیخوابن، با هم حرف نمیزنن، این چه ازدواجی؟ من آقای دکتر من برای همین به شما زنگ زدم، نمیدونم راه حل درست اینه که شروع کرده به درمان بره دور جلو یا اثر جدایی برای بچه های من بدتر نباشه. آخه اصلا خب عزیزم، خب ببینید چیزایی رو مطرح نکنید که یک خودتون میدونید بیش از همه، دو هیچ کس جواب مشخصی برای اینا نداره. یعنی اصلا شما ببینید، شما یه زندگی دارید از نظر من و توضیحات خودتون، نمیدونم موافقید یا نه، زندگی بدی دارید. در مقابلتونم یک فعلا یه طلاق بده. پرسش اینه که کدام بدتره برای کی؟ برای هر چهارتون، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. این مسائل اصلا روشن نیست، اینا 20 تا ابهام و تردید و احتمال درشه، بنابراین کسی نمیتونه پیش بینی کنه. ولی خیلی از اوقات اگر به درستی ارزیابی بشه، آدم میرسه به یه نظر 80-20، 90-10، دیگه تکلیف روشن. اما عرض من اصلا همونطور که در خصوص پسرتونه اینه که شما نه حاضر شدید قبول کنید ببینیم واقعیت چیه. این حرفایی که الان میزنید واقعیت اینه که من اگر 100 ساعت خوب رانندگی کنم، 5 ثانیه بعد رانندگی کنم، خودم و دیگران رو به کشتن میدم. ما با اون 100 ساعت کاری نداریم، ما با این 5 ثانیه کار داریم. این یک. دوم، نخواستید که قبول کنید ما مسائل و مشکلاتی داریم با یه لغت لجبازی که مسئله حل نمیشه. اونم لجبازی شوهرم داره، پسرم هم داره، اصلا خنده داره. چه ارتباطی دارن به هم؟ چطور من پدر قرار تبدیل بشه به بچه 7 ساله که با بچه 7 سالش در بیفته لجبازی کنن با هم؟ اصلا این چه ارتباطیست؟ یعنی چه؟ هیچ پسر شما در اینجا مطلقا تقصیری نداره، یه نفر داره بد عمل میکنه. برای پدر وظیفش این است که مشکلات بچه رو حل کنه، نه اینکه خودش مشکل بچه باشه. به همین جاست که عرض من خدمت شما این است که نگاهتون از آغاز به اصلا واقعیت و درست و غلط و چگونگی حل مسائل ابدا واقع بینان نیست. و این منو به اونجا میرسونه که شما استدلالتون این است که به زن سابقش اونو گفتید، اونو گفته، بعد خودتون میفرمایید منم الان همه حرفو میزنم. خب این که اصلا با واقعیت نمیخونه. یه مردی که کنار همسرش نمیخوابه، یه مردی که با همسرش هیچ جمله نمیتونه حرف بزنه، یه مردی که با بچهش لجبازی میکنه، مرد خوبیه؟ بعد برای که میاد تو خونه، اونم از سر بیقراریش تو آشپزخونه یه کارایی میکنه. آخه من چه کنم عزیز؟ یعنی میخوام به شما بگم این نگاه و نظر و تجزیه و تحلیل و ارزیابی و قضاوت شما برای من مسئله است. ما یه ارزیابی داریم، یه قضاوت داریم، یه تصمیم گیری داریم. خب من اصلا تو ارزیابی شما و قضاوت و اونجا گیرم، چه رسه به تصمیم گیریتون. و به همین جهت هست که شما قراره با همسرتون قبل از اینکه تصمیم برای جدایی و طلاق بگیرید، برای که برخی از این مسائل به راحتی قابل حله، برید ببینید چه خبره. بعد شما با جمله اینکه یه آدمی است تو داره که من هنوز برای زیان بودت نمیدونم غذای شیرین دوست داره یا ترش دوست داره، بپرسید
خب اون میگه شما که بخواد میپرسم جواب نمیگیره. نه 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 بسیار تظاهر میکنه. ببینید ما مثلا با ببینید مثلا یه چیزی رو انقدر عین واقعیت تعریف میکنه که اصلا کلا باورت میشه. که مثلا به مادر من میگه مادر من همه چی دوست دارم، خب خیالت راحته، بعد اون چیزا رو میاری. حالا غذا خوردن یه چیز خیلی پیش پا افتاده است و خب نمیخوره، یعنی با عملش پس میزنه، رفتارهاش نفرت انگیزه، من نمیدونم خشم از زن داره. من راجع به اینکه کمک میکنه و اینا میدونم ریشش بیقراریه، استرابه، ریشش در رفتن از اینه که توی موقعیتی آروم قرار بگیره و بخواد صحبت بکنه. خب من فقط دارم میگم که یه آدمیه که یه سری فقط ساپورتای فیزیکی توی خونه انجام میده. همین اینا چیزی نیستش که منو پابنده این زندگی کرده باشه. من تنها هم باشم خودم کارا رو میتونم بکنم، چون بسیار بسیار توانمندم از نظر خیلی نظرها، ولی میترسم از اینکه تنها بمونم. بالاخره اینجا غریب هستم با دو تا بچه‌م، میترسم از که از پس زندگی تنهایی بر نیام. نمیخوام عزیزم، نمیخوام وارد بحث بی خودی بشم. آخه این جمله آخرتون هیچ معنایی داره؟ میترسم از این که در اینجا با دو تا بچه تنها. چرا تنها؟ فردا صبح میرید سراغ دوستان، دوست پیدا میکنید، فامیل پیدا میکنید، همکار پیدا میکنید، سفر میرید. چرا از تنهایی میترسی؟ آخه معنی داره اصلا؟ آقا ببینید شما یه چیزی میگید مثل که من از یک حیوانی که ممکنه به اندازه یه گاو باشه، پرندهی که گفتن از آسمان میاد یواش میره توی خونه شما بدونی که بفهمید شب میاد سراغتون، از اون میترسم. اونو بگید من باش راحت دارم. تو اینکه من از این که من اینکه من پیشنهاد جدایی دارم ابدا، من حرفم اینه شما باید مسائلتون حل کنید، ولی عرض من این است که من از این میترسم که بعد من در اینجا هیچ کس ندارم با دو تا بچه تنها بشم. یعنی چی؟ چون هر روز میتونین 15 تا آدم دور برتون. اگه قصد شما از تنهایی اینه، اگه قصدتون از تنهایی اینه که من حال بدی در درونم دارم و مهم نیست در بیرون چه خبری، که خب وقتی کسی کاری نمیتونه بکنه، اگه تغییرات بیرونی تاثیر رو شما نده. حالا فکر میکنید دلتون میخواد هنوز حرفی بزنید، صحبتی بکنید، حرفی برای گفتن شنیدن هست، ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، یا اینکه فکر کنید حرفامون رو زدیم یا احتمالاً به جایی نرسیدیم. از جور میده شما سرسید. اجازه بدید من سوالم رو ادامه بدم بعد از پیام. حتما حتما روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.